سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه تو این ویدیو میخوام در مورد اوتو جی پی تی صحبت کنم که یکی از بحث های داغ روزه هوش مصنوعی الان و به ترند اول توییتر تبدیل شده اول یه توضیح کلی میدم در مورد اینکه چی هستش و بعد یه سری مثال ها بهتون نشون میدم که چه کارهایی میکنه و نهایتا آخر ویدیو نشون میدم که چطور با استفاده از پایتون نصبش کنید و ازش استفاده کنید یا چطور به صورت آنلاین استفاده کنید ازش البته برای نصب و استفادهش اکانت اوپن ای آی و پاین کون رو باید عضو و ای, پی ای کی ازش بگیرید در غیر این صورت نمیتونید ازش استفاده کنید اما ببینیم که چی هست و چه مزیت هایی نسبت به جی پی تی داره ببین اوتو جی پی تی قسمت اوتوش مخفف اتونوموس هست یا ترجمهش میشه خودران یا خودمختار یه جورایی و بر اساس همون جی پی تی چت جی پی تی یا مدل جی پی تی 3 و 4 از همونا استفاده میکنه اما یه جورایی مستقل تره و کمتر به دخالت انسان نیاز داره از مذیعت های اصلیش اینه که شما لازم نیست دونه دونه کارها رو ریز ریز بهش بگید چیکار انجام بده یه هدف کلی براش مشخص میکنید این میاد ریز ریز برای خودش یه سری تسک یا وظیفه تعریف میکنه که بتونه به اون هدف برسه بعد اون تسک هایی که تعریف کرده رو میاد یکی یکی انجام میده مورد دومش که خیلی مهمه میتونه به اینترنت وصل بشه و از روی اینترنت اطلاعات آپدیت جدید بیاره همونطور که میدونید مدل های جی پی تی به خصوص جی پی تی که اطلاعاتی که روش ترین شده تا سال 2021 بوده و تا همونجا اطلاعاتش آپدیت اما این اوتو جی پی تی همون لحظه میتونه به یک سایتی به هر سایتی میخواد وصل بشه و اطلاعات رو بگیره و ازش استفاده کنه به صورت آپدیت و اینش خب خیلی جالبه و یه سری چیزا مزیت هم که داره میتونه الان هی داره بهبودم پیدا میکنه چون این ریپوزیتوری گیت ها بشه و الان در حال حاضر به یه سری چیزایی وصل میشه مثلا به 11 labs به سایت 11 labs از API 11 labs هم میتونه وصل بشه و کاری که میکنه رو صوتی توضیح بده توی یکی از ویدیو من قبلا توضیح دادم 11 labs چیه و میتونه اون کارهایی که میکنه رو به صورت صوتی حرف بزنه توضیح بده داره چی کار رو انجام میده و خیلی با API گوگل هم ست میشه و هی دارن یه فیچرهای جدیدی بهش اضافه میکنن که هی داره پیشرفت میکنه حالا این چرا اینقدر بحثش داغ شده به خاطر اینه که این داره یه قدم خیلی بزرگ نزدیک شده به ای AGI هم یه اصطلاحیه که الان خیلی مطرحه و اصطلاح خوبیه که بدونید AGI مخفف به جای AI که مخفف Artificial Intelligenceه AGI مخفف Artificial General Intelligence یعنی یک هوش عمومی داشته باشه الان در حال حاضر الگوریتم هوش مصنوعی یا دیپ لرنینگ که ترین میشن معمولا توی قسمت خاصی یه کار خاصی رو میتونن انجام بدن چون که روی چیز خاصی آموزش دیدن و ترین شدن و الان آینده ای آی, آی داره به سمتی میره که همه میگن که خب الان هوش مصنوعی توی قسمت های مختلف میتونه خوب عمل کنه اما مثل هوش انسان نیست که بتونه بست بده دانشش رو توی یک زمینه ای بتونه بست بده به یک دانشش تو زمینه دیگه ای بتونه عمومیت بده و اینه که الان محققا میخوان بهش برسن یعنی قدم بعدی هوش مصنوعی الان اینه که به یک هوش عمومی مثل مشابه هوش انسان برسن و این اوتو جی پی تی که مقدمش همون جی پی تی چهار بود داره قدم های بزرگی به اون سمت برمیداره حالا با این تفاسیر بریم یه سری کاربورد هاش رو ببینیم یه سری مثال ها رو یا اصلا اینکه چطور کار میکنه ببینید نحوه کارش اینه که حالا با پایتون ران میشه به این صورت شما با یه کد پایتون اول باید کدش رو روی سیستمتون کلون کنید و بعد رانش کنید اما نحوه استفادهش اینجوریه که شما اول یک ایجنت به نام ایجنت یعنی یک حالا کاراکتر AI تعریف میکنید و یه اسم براش میذارید و اینجا ببینید اسمشو گذاشته Entrepreneur GPT بعد که اسمشو گذاشتید نه این آها اسمشو گذاشته Research GPT و بعد باید یک نقش براش تعریف کنید بهش بگید که این کارش اینه که به صورت اتوماتیک روی محصولات تکنولوژی تک تحقیق انجام بده خب یعنی رول اون ایجنتتون رو باید مشخص کنید بعد میگه که چند تا هدف فراش تعیین کن این الان چهار تا هدف فراش تعریف کرد سه تا هدف فراش تعریف کرد اولی اینه که تحقیق کنه که بهترین هدفون بازار کدومان هدف دوم اینه که پنج تا از بهترین هدفون رو لیست کنه و مزایا و معایبش رو بگه و هدف سه اینه که قیمت های هر کدومو با هم مقایسه کنه و در نهایت این آنالیزی که کرده رو سیف کنه و حالا آخرش هم نوشته که وقتی تموم شد کارت ببند همه چیو این الان شروع کرد کار کردن الان اوتو جی پی تی شروع کرده کار کردن و اول میاد یکی یکی میگه که من الان میخوام این کار بکنم میخوام این کار بکنم میخوام این کار کنم ببینید الان وسط هاشه حالا یه سری کار انجام داده بعد اینجا نوشته گوگل الان به من یک لیستی از هدفون ها داده یعنی رفته گوگل رو سرچ کرده این نشون میده به اینترنت وصله گوگل رو سرچ کرده بهترین هدفون ها رو آورده دقیقه به دقیقه هم گزارش میده که الان این کار رو کردم الان این کار رو کردم الان لیست هدفون ها رو گرفتم الان پنج تا بهترین هاش رو استخراج میکنم الان دارم نکات مثبت و منفیشون رو می نویسم و الان این کارا رو کرد و کارش تموم شد حالا این اومده اون فایل تکست یه بهش گفتش که آنالیز که کردی توی فایل تکست تکس بنویس رو اون فایل تکست رو سیو کن حالا فایل تکست هم خودش ایجاد کرده سیو کرده به نام هدفونز و میبینید این محتویاتشه اسم هدفون رو نوشته هدفون شماره یک رو نوشته مزایا و معایبش رو نوشته قیمتش رو نوشته هدفون دور رو نوشته و به همین ترتیب این واقعا کار پیچیده ایه که این الگوریتم کاملا فهمیده چیکار کار باید بکنه به صورت قدم به قدم برای خودش تعریف کرده چی کار رو باید بکنه و کار رو انجام داده یه فایل دیگه هم ایجاد کرده به نام آنالیز که آنالیز اینا نوشته خب این یه مثالش بود یه مثال دیگه و من مثالاش آنلاین نشون میدم چون من خودم نتونستم نصبش کنم به خاطر اینکه API ای آی سایت اوپن ای های دارم ولی API ای, آی پایین کن فعلا ارائه نمیده API ای رو و مجبورم از این مثال های آنلاین نشون بدم بهترم هست چون این جزء بهترین مثال که مردم گذاشتن این ابزار رو من آخر ویدیو نشونتون میدم چطور ازش استفاده کنید و کجا دسترسی پیدا کنید اینم یه نمونهش اومده یه نیمی برای یه اسمی برای ایجنتش تعریف کرده و یه هدف براش تعیین میکنه میگه که یک استارتاپ یه استارتاپ ایجاد کن با فقط 100 دلار بودجه این الان شروع کرد به فکر کردن برای خودش تسک تعریف کرد وظیفه تعریف کرد که میگه وظیفه اولم اینه که برم در مورد بیزنس مدل های کم هزینه تحقیق کنم وظیفه دومم اینه که برم تشخیص بدم که کدوم بازارهای هدف پتانسیل دارن اونا رو پیدا کنم و نیازهاشون رو پیدا کنم و وظیفه سومم اینه که یه MVP بسازم و مارکت رو تست کنم MVP حالا مینیمم وایبل پروداکت کمترین حداقل چیزی که لازم اون پروداکت حالا را بندازم چی و این تست کاری که خودش تعریف کرد میاد حالا انجام میده میاد ای از اینترنت به صورت آنلاین پیدا میکنه هم کارهایی که گفته بود رو انجام میده یکی یکی باز حالا وسط ها که این کارا رو انجام میده شاید یه چیز دیگه به ذهنش برسه یه تسک جدید برای خودش تعریف کنه ها ولی نهایتا میاد این کارایی که گفته بود و انجام میده خب این خیلی جالبه چون همزمان میتونه قشنگ فکر کنه ببینه که خب الان که من ریسرش کردم مثل این که لازمه این کارم بکنم و این خیلی قدم بزرگیه توی زمینه ای جی آی یا هوش جامع توی این مثال هم یکی بهش گفته Reading که the basic file. حالا من لینک این ویدیو براتون میذارم بهش گفته که این فایل پایتون رو بخون ببینید اول حالا اسم گذاشته سلف ایمپروومنت جی بعد نقش براش تعریف کرده گفته که فایل بیسیک مث داد پای فایل پایتون بیسیک مث رو بخون و ارزیابیش کن کد نویسیش رو و بهبودش بده الان این اومده یه پلن برخوش ریخته گفته که من این فایل رو میخونم بررسیش میکنم بهبودش میدم تستش میکنم و کد رو ران میکنم و خروجی ریزالت رو به یه فایل می نویسم و حالا ببینید داره اولا ارزیابی میکنه ببین از نظر کد نویسی چقدر خوبه کد نویسیش یه مقدار بهبودش میده از نظر کد نویسی بعد میاد از نظر بهینه بودن کد بهبودش میده ببین اگه جایی چیزی میخواد حالا میاد یه سری تست براش مینویسه حالا تست ها رو میاد به خود فایل پایتونش اضافه کرد ببینید اینا فانکشن های تستشن اومد اینا رو خودش اضافه کرد به این فایل و رانش میکنه و کلا تستش میکنه نهایتا هم احتمالا نتایج رو توی یه فایل تکست بنویسه اینا خیلی جالبن این هم خیلی با از یکی توییت گذاشته که من از اوتو جی پی تی خواستم که برام یه اپلیکیشن درست کنه بعد حین اینکه داشت اون اپلیکیشن رو برام مینوش کدش و متوجه شد که من نود ندارم روی سیستمم گوگل کرد که چطور نود رو اینستال کنم خودش بدون اینکه این اصلا بخواد ازش گوگل کرد که چجوری نود رو اینستال کنم توی استک اوورفلو یه مقاله پیدا کرد که لینکش چیه خودش اینستالش کرد دانلودش کرد اکسترکتش کرد و کاراشو انجام داد بعد میگه که نقش من چی بود این وسط من فقط تماشا کردم پس این یه مثال هاییه که نشون میده که فرق اوتو جی پی تی با جی پی تی چهار چیه Uh, یکی این که خب به صورت آنلاین به اینترنت وصله یکی این که کارهای پیچیده تری میتونید ازش بخواید و یه سری کارها رو دیگه خودش میکنه بر اساس نیاز اون هدفی که براش مشخص میکنید خودش فکر میکنه ببینه چی لازم الان انجام بشه uh, الان تو مرحله بعدی من بهتون نشون میدم که اگه با پایتون آشنایی دارید چطور میتونید نصبش کنید و ازش استفاده کنید و بدون پایتون چطور میتونید با سایت ایجنت جی پی تی ازش استفاده کنید برای نصب اوتو جی پی تی یه حداقل دانشی از پایتون باید داشته باشید یعنی حداقل بلد باشید پایتون رو و میایم از توی گیت هابش این آدرس گیت هابش هم براتون تو دیسکریپشن میذارم تو گیت هابش حالا کامل نصبش رو توضیح داده ولی الان قدم به قدم با هم میریم نصبش رو میبینیم ببینید من تو فولدر اوتو جی پی تی ترمینال رو باز می کنم و اینجا دستور گیت کلون این گیت هاب رو میزنم این دستورش اینجا هم نوشته. خب این گیت هاب رپوزیتوریش رو کلون کردم. ببینید فولدرش اینجا ظاهر شد با همه فایل هایی که داره. الان کافیه وارد تو همین ترمینال وارد فولدرش بشید. و همه پکیج هایی که برای ران کردن اوتو جی پی تی لازمه رو با استفاده از این دستور پیپ اینستال ریکوایرمنت نصب کنید حالا این بیاد همه پکیج های پایتون رو البته بهتر بود من یک ویرچوال انوایرمنت ایجاد میکردم بذارین رو کنسل کنم خب من پایتونم و محیط ویژوال انوارمنت هم و محیط مجازیم و با پایتون 3.10 ده ایجاد کردم چون مثل اینکه با این بهتر جواب میده اوتو جی پی تی یه بار دیگه پیپ اینستال ریکویرمنت رو بزنم خب نصب پکیج ها تموم شد ما قبل اینکه شروع کنیم به استفاده از AutoGPT یه کاری قبلش باید بکنیم اونم این فایل .env template رو باید ادیت کنیم روی این راست کلیک کنید با یه نوت ادیتور بازش کنید که بتونیم ادیتش کنیم این قسمت چند تا چیز رو باید عوض کنیم یکی باید اوپن API کی بذارید یعنی شما باید توی سایت اوپن ای آی عضو باشید و لاگین کنید توش تا بتونید یه API پی کی ازش بگیرید وقتی عضو میشید و لاگین میکنید تو قسمت ویو API Keys میتونید یه دونه کرییت نیو سیکرت کی رو بزنید و یه API کی جدید بگیرید به این صورت اینو کپی میکنید و تو اینجا پیست میکنید خب اینو حالا API ای پی آی کی من دیگه محوش نمیکنم چون بعد این ویدیو پاکش میکنم کلا از اکانتم این API ای پی آی کی رو ولی منظور اینه که شما باید یه API پی آی کی از اکانت اوپن ای, ای داشته باشید و یه چیز دیگه ای که لازمه حتما داشته باشید از سایت پاین کون هم باید API پی آی کی داشته باشید پاین کون. از سایت pinecone.io sign up free با گوگل حالا مشکل اینجاست که بعد اینکه شما ایمیلتون رو میدید دیگه فعلا اکانت رایگان در اختیار نمیگذاره که شما بتونید API ای آی کی بگیرید و میگه که میرید تو ویت لیست مگه اینکه سابسکریپشن رو بخرید پید پلان رو بخرید که قیمتاش 70 دلار ماهیه اما در کل روشش اینه که شما تو سایت پاین کن هم یه دونه ای پی آی کی میگیرید و اینجا جاگذاری میکنید و سیو میکنید یه چیزای دیگه هم که داره حالا برای یه سری سایت های دیگه هم میتونه انتگره بشه ولی یکی از مهمترین هاش با API هاگینگ فیس هم میتونه ارتباط برقرار کنه گیت هاب، گوگل، 11 لبز اگه از 11 لبز هم API کی بگیرید و اینجا وارد کنید علاوه بر اینکه حالا جوابها رو متنی میده حرف هم میزنه یعنی صوتی بهتون میگه که داره چیکار میکنه حالا من از اینجا به بعدش رو دیگه بدون اینکه خودم انجام بدم نشونتون میدم که چیکار میتونید بکنید که رانش کنید چون من نتونستم از پاینکون کن ای پی آی بگیرم ولی اینجا دیگه برای ران کردنش تنها کاری که باید بکنید اینه که از دستور پایتون ام اوتو جی پی تی استفاده کنید یعنی دیگه اینجا فقط می نویسید پایتون ام اوتو و اگه و دیگه همون کاره که اول ویدیو نشونتون دادم انجام میده و اگه بخواید صحبت کنه دشت داش اسپیک رو میزنید اگه ای پی 11 وارد کرده باشید حالا اگه این کارا رو نخواستید بکنید رو یا نتونستید مثل من ای پی پاین کن رو بگیرید میتونید بیاید توی سایت ایجنت جی پی تی که بهتون اجازه میده که بتونید از اوتو جی پی تی استفاده کنید ولی فکر میکنم باز هم باید ای پی آی کی داشته باشید بذاریم ببینم بدون اینکه هیچ چیزی وارد کنیم آیا اجازه میده که کار کنیم یا نه اول باید برای ایجنتتون یه اسم انتخاب کنید مثلا حالا هر اسمی و بعد بگید که حالا چه هدفی میخواید داشته باشید بهش گفتم یک کد پایتون بنویس که با استفاده از لایبرری پای qt 5 یه دونه رابط کاربری داشته باشه و بتونه با متن با استفاده از استیبل دیفیژن عکس تولید کنه ببینیم مثلا کار میکنه اها. این میاد این چیزی که ما ازش خواستیم رو به وظایف به چند تا وظایف کوچکتر تقسیم میکنه میگه که اول تحقیق کنم ببینم که الگوریتم است، استیبل دیفیوژن رو چطور میتونم با استفاده از استیبل دیفیوژن عکس تولید کنم تسک بعدیش اینه که چطور از پای کیو تی پنج تو گویی استفاده کنم تسک بعدی اینه که رابط کاربری رو طراحی کنم و این اول تسک ها رو برای خودش تعریف میکنه بعد میاد شروع میکنه انجام دادنشون ببینید باز دوباره یه تسکای دیگه برای خودش تعریف کرد که میخواد الان از مدل جی پی کمک بگیره برای نوشتن پایتونش حالا میخواد با استفاده از پایتون استیبل دیفیوژن ران کنه خودش میگه که باید پای کیوتی رو پیپ اینستال کنی. نصبش کنی. الان داره اون رابطه کاربری رو میسازه. ببین همزمان خودش داره فکر میکنه. هی hey, باید چیکار کار کنه؟ مثل یه انسان داره فکر میکنه. آها الان باید این کارم بکنم. آها الان باید برای رابطه کاربری مثلا یه دکمه هم بذارم. الان باید این کار رو کنم. خب. اما چون این دموه گفتش که ما نمیتونیم بیشتر از این ران کنیم حالا این یه تسکی بود که مثل که زیادی طول کشید ولی در کل شما میتونید ساینین کنید و حالا یه سری تسک های ساده تر ازش بخواید مثلا من این دفعه ازش میخوام یه ساده تر بخوام بگم که قیمت بیت کوین رو توی ماه آپریل مال هر روزش رو برای من لیست کن و یه ریپورت برام بنویس یه گزارش برام بنویس در مورد در مورد عمل کرده حالا قیمتاش سمت راستم هم, هم تسک ها رو می نویسه میگه که داره الان قیمت رو میگیره از سایت های آنلاین الان لیست رو داره ایجاد می کنه و الان داره و تسک بعدیش اینه که آنالیز کنه اون قیمت ها رو اینو دیگه خودش از خودش اومد یعنی این چیزی نبود که من مشخصم بهش بگم این کارو کن ولی نوشت که آنالیز کن تاثیر تاثیر اخبار و اتفاقات مهم رو روی تغییرات قیمت بیت کوین بیا آنالیز کن و این تسک یا این وظیفه رو خودش برای خودش تعریف کرد و انجام داد حالا لیست رو هم ایجاد کرد لیست روز به روز یک آپریل قیمت این بوده دو آپریل قیمت این بوده تا رسیده به سی آپریل که قیمت اینه و بعد تسک های بعدیش همونه که یک ریپورت یا گزارشی بنویسه که بیاد آنالیز کنه که تاثیر اتفاقات بر روی قیمت چیز چی بوده بیت کوین چی بوده و کاملا اومده یک آنالیزی نوشته بر اساس قیمت ها درصد افزایش ها هر روز چی بوده چه خبری چه تاثیر گذاشته و خب خیلی جالبه این چون دموه خیلی بیشتر نمیتونید سنگین ازش استفاده کنید اما اگه API کی اوپن ای داشته باشید اینجا تو سیتینگ میتونید بیاید اولا انتخاب کنید که از کدوم مدل جی پی تی استفاده کنه جی 4 یا جی 3 و API ای آی کیتون رو اینجا وارد کنید و خیلی استفاده های سنگین تری ازش بکنید. فقط در نظر داشته باشید که API ای آی کی Open AI ای آی به این معنیه که براتون یه صورت حساب میاد بر اساس استفاده ای که شما از این میکنید یعنی رایگان نیست شما برای استفاده از چت جی پی تی پلاس باید ماهانه مبلغ بدید ولی برای استفاده از API ای آی چت جی پی تی بر اساس مصرفتون ازتون پول میگیره و اگه چت چهار رو استفاده کنید گرونتر از اینه که اگه از چت جی سه استفاده کنید و من خوندم که چت جی پی خیلی گرون استفاده ازش نسبتا وقتی میخواید از APIش استفاده کنید حالا بستگی به میزان استفادهتون داره ولی یه مبلغی رو ازتون میگیره اما در کل استفادهش توی همچین محیطی خیلی راحت تره بر کسایی که با پایتون آشنایی ندارن اما اگه با پایتون آشنایی دارید خب همونطور که نشون دادم توی محیط پایتون میتونید نصب کنید روی سیستم خودتون اون وقت میتونید فایل بهش بدید فایل ازش بگیرید سیف کنه بهش بگید این فایل رو سیف کن و لانگ ترم مموری اون وقت خواهد داشت استفاده از پاین کن اینجا دیدید ای پی آی پاین کن نخواست پاین کن لانگ ترم مموری بهش میده یعنی حافظه طولانی مدت بهش میده وقتی توی سیستم خودتون نصب میکنید و استفاده میکنید اما وقتی خب روی این سیستم های آنلاین که استفاده ازش راحت تره و API پی کن نمیخواد دیگه حافظه طولانی مدت نداره در کل این حالا یه توضیحی بود در مورد اوتو جی پی تی و اینکه چطور ازش استفاده کنید و امیدوارم که براتون جالب بوده باشه منتظر ویدیو بعدی باشید فعلا خدا نگهدار